کدام آدم بسیار متو زوراور و غیرتی و این این بازوا و قد بلند آروسی کرد سه ماه از آروسیش تیر شده بود یک روز از کار می که مادرش خوشی کرده دان دروازه آمد بچیم که خانمت پریگل جان اولاد آورد یک بچگک این مردکه هایش جرنگ کرد که اولاد خو نو ماره میگیره ما خو از سه ماه تیر شده بسیار دیگه قار شده که او مرد افغان و وام اما تا آمد اتاق در آمد زنش اما زچه از دمی گلونش گرفت اما تا قیلش کرد گفت تلو دواز بودی؟ تلو دواز بودی که در سه ماه از آرستی ماه تیر شده تو وقت بچه آوردی؟ ای زنکه بچاره اما دعوا مانده بوده که دو دسته میخواست که خود زنده نگاه کنه شیر آقا جان شیر آقا جان یک رقم برای شوی خود فهمان که این یک حسابی دارد تو دیوانه مرا نکش یه بان ما بر حسابی بتم خوی شوی از این میفهمید که جه حسابی نیست اما هنوز هم کنچکاو شده که یعنی چی رقم حسابی داره که من نفهمیدم دسته ما اولاد آوردی حالا که حسابی داره خوی از روی کنچکاوی ایرادمی زمین ماند گف بگو تیز بگو بیازو که ما میکشمت که خلاص شوی اما بگو چی چی حسابی گف شیر آقا جان از امیارسی تو چند ماه شد گف سه ماه گف و ما چند ماه تیر شد گف سه ماه گف سه ماه و سه ماه شش ماه میشه نمیشه گف آمیشه گف اینال سه ماه بچه در شکم بود شش ماه و سه ماه چند ماه میشه نو ماه خو خلاص دیگه نه نه ماه شد آه پری گل جان من با غربونت برم چی اگه حسابی درست شکر که تو را نکشته بودم چه گناه بزرگ را مرتکب می شدم الهی خدایا من نزدیک زن خود را کشته بودم به خاطر یک تومت پری پریگل پری تو چی یک معلم حساب برامدی حالا تو خو گفته بودی که بیسوادی اما این حساب درست را از کجا آموختی؟ سه ما جمع سه ما جمع سه ما نو بچه حلالی دمی زندگی روزمره ما اینمی یا اتفاق مفته هر روز اگر دقت کنیم این می قصه پریگل در زندگی روزمره ما بسیار اتفاق مفته منطقه ما دقت نمیکنیم کسایی که کمک دقت میکنن بازینمی فکایا را به وجود میارن ما شما خندهش میکنیم مگر یا امی کسایی که فکایی میسته یا آدم های بسیار ظریف و اوشار هستن که امو نقاط خرد خرد متوجه میشه که ما متوجه نمیشیم شما سعی کنین اینجا آقای شهزاد پویا را میمانم که راجه با آقای فردین امینی آمده بود و گفته بود که ای کشته نشده خوده کشته خب باز من یه غول آمدم یک چی کدم سرش گپ زدم باز گفته که شفیع یار که هست تحقیق نمیکنه اما بسیار تحقیق میکنم باز گپ میزنم ما برای شما میمونم که اینمی پریگل... می قصه پریگل اینمی جه است منتها ما و شما دقیق اگر شاییم. یازده دسامبر متاسفانه فردین امینی با شکل وحشتناک به قتل رسانده میشه وزارت داخلی افغانستان سخنگویش امو آریان لوده اعلان کرد که ای ما شواهد داریم که خودش خود سنگ تیز د بالای کو دویده بالا رفته باز خود علال کده ای کاسالیس هم امو عین گپ آمد د یازده دسامبر گفته دینمی امروز فردین امینی کشته میشه جوان 24 ساله مادرش رقم فامیلش رقم خاله عطا اگر امی خودکشی هم کده لازم نیست که ما بیاییم در میدیا که خودکشی کده در حالی که معلوم نیست اما ای آمد گفت نه ای رو من میفهم خودکشی کده وزارت داخله میگه که وزارت داخله میگه که خب حالا ای که خودکشی کرده در جای شک نیست دمی خود روز ای میگه من تقات میکنم باز مردم سر از این لوده بسیار قار شدن در تاریخ دوازده آمد یک ویدیو دوم کشید باز در اوجه گفت که میگم ای که خودکشی کرده در اونجا اصلا جای شک نیست ای شک نیسته کی را خودش خودکشی کرده اینال سعی کنین ما برتان میمانم اینه این اینجا سعی کنین روز که این ویدیو کشیده اول اینه سعی کنین آقای فردین امینی تاریخ 11 دسامبر کشته شده در یازده دسامبر یه لپتا برنامه جور کده چرای که از یوتیوب پیسه هم میگیرن یا گوشنه چشمایسته که ججق جمع میکنن از گوسفند مرده ای اینی برنامه را میکشه در یازده دسامبر و اما تو تیز میگه که یه خودش خدا کشته سعی کنیم تاریخ ها سعی کنیم یازده دسامبر یازده دسامبر که مردم کار میشه در دوازده دسامبر یک برنامه دیگه میکشه این سعی کنید باز این در دوازده دسامبر برنامه دومش است حال فکایی بودنش رو سعی کنین خب ما شما دقت نمیکنیم کنیم ببینین که پریگل در برنامه دوم در دوازده دسامبر چی میگه در یازده یک برنامه کشیده در روزی که فردین امینی را کشتن در دوازده که روز دومه تقریبا ده پانزه یا بی باد این برنامه دومه کشیده و در وجه اینه تو میگه توستا عزیزم بعد حالت که ما متاثر شده متاسف شده ام و آنقدر که ما سیستم روحی ما به هم ریخته من فکر نمی که کسی دیگه به این شکل شده باشه این برنامه راجع به فردین امینی و ای آقا میگه که با کشته شدن فردین امینی که شما فکر میکنید که خیمه ایرا ناقی در سرش تومت میکنم البته ما به این ارزش نمیتم ما همه جگر خون شده ایم. که فکر نمیکنم که یکی شما قدر جگر خون شده باشین تشکر چی قلب میربان باز پیش میره من بس که به دمی حوادث آخر بسیار زیاد نارد شدم و نارد شدم و قرد کردم و قرد کردم و نشان ندادم باور بکنین افسرده شده بودم میگه ما از بس که دمی اواده ساخر خالی گپ سر فردین است یعنی که ما در سر امی مثلا گفت که اقمه جگر خون شدم که یکی تانو جگر خون نشدین میگه از بس که دمی حوادث ساخر که عالی برنامه در سر فردین امی نیست اقما جگر خون شدیم که چی افسرده شده بودم چند روز برنامه نداشتم استراب گرفته بود افسرده شده بودم قسم سرم حق ندارم که من تا دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم ای دیپرس شده افسردگی یا دیپرشن یک مریضی است یک چیز ساده نیست ولی خیر این مهم نیست اینال پریگل ببینن که چی میگه شده بودم چند روز برنامه نداشتم استراب گرفته بود افسرده شده بودم قسم سرم حق ندارم که من تانوز دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم مگه چند روز برنامه نداشتم در تاریخ 11 فردی امینی کشته شده یک برنامه داشته در دوازدهم برنامه دوم و در دویش گفته که شک نیست که خودکشی کده چند روز برامن نداشتم حال آمده که چند روز هیچ برنامه نداشتم باز سعی کنین استراب گرفته بود افسرده شده بودم قسم سرم حق ندارم که من تانوز دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم و باز میگه قسم سرم حق ندارین چند روز است که من دوام میخورم تاریخ یازده یک برنامه کشیدی دوازده دیگه برنامه در دو روز دو برنامه کدام چند روز برنامه نکشیدی؟ اگر پیش از این سر دیگه گپا بوده خاله نگو که ما از خاطر فردی نمینی قجیگر خون شدم که یکی نشدین سر ما تاثیر کرد که قرد کردم قرد کردم قرد کردم مریض شدم اما گپای مادر کلانا را میزنه اصطلاحات ای از این مادر کلانا است. قرد کردم قرد کردم قرد کردم مریض شدم خو تو در دو روز چند روز برنامه نساختی پریگل چند روز پیش دکتر رفته چند روز دوا خورده حالی که یک که جور شده پس آمده قسم حق ندارین چی؟ قسم سرم حق ندارین که ما تانوز دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم که چند روز دیگه است که یعنوزم دوا میخوره در دو روز پریگل قایده 20 روز برای ما شما حسابی میته. الله من به غربونت برم پریگل تو دو روز ایچی یک معلم حساب برامدی ایناله اینی نفر دروغ گوی یعنی چه خمه دروغ از بکشم ای خیالش که شوی پریگل طرف است که سه ماه نزاروسی من سه ماه نزاروسی تو سه ماه از بچه ماه یک چک چک بیا که نامش بانیم شهزاد پیا. نه تو کت شفی ایار طرف هستی ما برنامه تو لوده را اصلا نمی بینم سر تو لوده گپ نمی زنام خاطر که ما یک چیز دریافتم که تو یک آدم مریض هستی کت تو ما چی بگویم اما دلیل که ما آمده می بود دو چیز بود دلیلش یکی که دو بار برنامه کشیدی برم گفتن که اینی نفر مردم میگه که خودش خودکشتم ما رفتم و رو کردم دیدم که تو کسافت از خاطر که دو نفر ببینید و از خاطر که در کابل کس نکشید که در قل امرولا ساله در زیر سایه خود نگاهید کنه کاسلیسی کدی مجبور شدم به خاطر که یک بچه 24 ساله با مادر و پدرش بسیار سخت بود با فامیلش و برای کل ما سخت بود که باید یک وحشت مردم میکشن آمدم ای کار کدم و دیگه ای که یک دو سه هفته پیشش ما ایر دیدم یک برنامه گنده هیچ مطال یا رو ندیدم تنها عنوانش رو دیدم سعی کنین چی نشته کده یا ماسیاوش شاگرد شفی ایار و باز ادامه داده شفی ایار از گوفروشی تا بدلشناسی یعنی تو خو یک سال است که فروش میگی و یهش با ما اگر بگویم بگوی افتخارم میکنم تشکریام ازت میکنم خوبه چرا ما یک آدم نیستم که ضعیف باشم بیچاره گدایگر باشم که فروشی کنم خود در کابل هستی هموطنهای عزیزم در کابل گواه از کنارابایشان دا سرک سر میکنم موترها میایی که تیر موتر به خاک تبدیل میشه در اوا. اوای کابل بسیار پلوتت از دور کفتران رای خود نمیافن در اینال تو که تنفس میکنی اونو مواد قار شما نهه که از تنفس میکنین چایه و خود اینجاست است اینه در دومتریش تشنابت است کنارابت است از او همسایه هم آلولیا کابل بسیار خورد شده وقت آخه کلان بود کنارا پولیس چا نمی بود عدقل 60-70 فیصد مردم کابل بیچاره اونو شش فلتر میشه در چی میره در اوشان میره گفتیم بیایی که امیر از امریکا از اروپا کمک میخوایم، از این افغانهای خود میریم اموجا موترهای چی میخریم یک بیس تا سی تا از شروع میکنیم امی گوار پاک میکنیم این اول این گوار یک جای باید ببری اونوجا داقینه بیا برای دیقان میبریم که اون پیسی که به کود کیمیایی میتر امیر را بگیره اگر او یک دروپیه داشت از او میگیریم و موتروان دخل میتیم که مو گوه را پاک میکنه یا نسی کنین یک آدم در کجا باید رسیده باشه مثل فلک ملک باید فکر کنه که زندگی امریکای خود ایلا کنه بیا گوی گوه آچه تو را پاک کنه و توی وضعی که بیایی دست ما ماچ کنی بوت کنی تو آمدی مرا گوه فروش میگی خو خیره فکر هر کس به قدر همت اوز خیره اما تو سعی کو د پالوی گفروش نام یمای سیاوش نشته میکنی دمی عنوان تو چطور به خود به کدام حق تو به خود تو انسان پس رزیل اجازه دادی که نام یماره در امت یک چیز یک آدمه که دو هفته پیش کشته رو تو در نشته کنی یعنی ما قبول کردم که تو یک انسان بسیار پست رزیل هستی و مو گپ را که زده بودی که دور سرخوان احتمال داره که در دا قسمت تو صدق کنه به نان ما آمدم خانم گلپری که برد بگویم که ما در ایج وادمک نیستیم که مثل شوی گلپری بیایی که سه و سه و سه ماه این ما غلطی اگر ما این برنامه گنده ته ببینم آنقدر غلطی میکنی که ای اندازه نداره این سایکو که ما از شدن فردی نمینی ایک قجگر خون شدم که هیچ کدامتان نشدین باز بعد از او ما رفتم چند روز خوید برنامه نداشتم باز چند روز دیگه پیش دکتر رفتم باز چند روز دیگه دوا خوردم قسم هم حق ندارین که تا حالی هم دوا میخورم قسم سرم حق ندارین که ما تانوز دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم لودگی دیگه تیست که دایی قسم کار نیست یک آدم اگه بگوید که ما بیمار روانیست می دوایی که دادید که بیمار روانیستی دو او قسم نمیخوری اگه لوده نباشی تو خود کدام کار به نفت نیست که پت کنی که قسم بخوری کدام نفر امی خدا ببخشم و آقای کاکا یک فکایی گفته بود بسیار خوبش بود ایره دیگه بر روح کاکاسف آصف تقدیم میکنم گفت کدام موتروان یک کلینر برای خود اجیر کرد موترای سرویس داشت در لاین جلالات می میامد باز در که گوش نمیشه موتروان استاد میکنند، در کدام رستوران موجه نان می خورند کلینر که برش کار میکنه مروج است که پیسه نان از او را رفت و موجه نان خورد وقتی که پیسه را آورده اوتلی برش که خودش یک خوراک خورده او نفر دو خوراک میگه دو خوراک خورد گفت کلینر خب قارش هم آمد خب گفت گمش خیر است بیچاره البته گوش نبود دو خوراک پلو او زده بود پیسه شو داد رفت یک روز دیگه آمد ده که پیسه رو آورد برش داد که دو خوراک پلو او خورده یک خوراکی یک دانام نارنج او بچه پ پین بر نارنج رو چارش گفت صاحب کلینر رو خورد کلینر خورد نارنج گفت ها کلینر نارنج یا قواق در می زد گفت لو در گل پری نارنج برای کسایی است که اشتیا نداره تو دو خوراک پلو بدون نارنج می خوری نارنج کی که که تو نارنج خوردی حال گل جان این نمی گپ را که تو میزنی که قسم سرمخ ندارین ما دوام می خورم تا حاله. یعنی به این که تو مریض هستی مریض روانیستی قرار گپ خودت یک آدمی که بیای بگه ما مریض روانی هستم دهو قسم کار نیست غیر از اینکه لوده باشه غیر از اینکه گلپری واره یک آدم باشه قسم کار نداره تو میگی که یا نه من مریض روانی سم قسم سرم حق ندارین که من تانوز دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم وقتی که میگی من اختلالات و تشوشات داشتم رفتم پیش دکتر دکتر برم دوا داد و قسم حق ندارین که تا حال یا میخورم مانای شیست که تو اعتراف میکنی که مریض روانیستی دیپریشن داری دیپریشن یک مریضیست. مریضی است مریضی نیست که مثلا سلفا میکنی بلغم میایا ولا سینه و بغل از مریضه اگه خون به ولا کارت بسیار خرابه یا تو داری مریض استی یا دل درد استی مریض در امراض روانی او درد نداری بیماری روانی داری وقتی که تو پیش دکتر رفتی دوار خو کاکایت برد نداده دواره رفتی پیش دکتر دکتر بر بعد از گپای گپایت از زدی گفته بیادر تو بیمار روانیستی بیمار روانی که هستی اینی دواره بگی و توی خلاوده هستی که میگی قسم حق ندارین مطال یا مامو دواره میخورم یعنی تو بیمار روانیستی یک آدمه که خودش میگه ما بیمار روانی هستم مانای ایست که قوه قضاوتش سالم نیست توی نمیال یک بیمار روانیستی یعنی مردمایی که به تو چک چک میکنن و تو را میبینن یا متوجه نیست که پیروای یک آدم مریض روانی هستن اونا بسیاریش شاید تو را میخواین اما تا سرت خنده کنن سو استفاده کنن تا هم بیمار روانیستی نمیفهمی و آمدی و دیجه ایجا اگر رقص بسمل کدرائیستی اینال خانم پریگال یا آقای پریگال اما یک سوال ما آخر از دارم قسم سرم حق ندارم که ما تانوز دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم همی دوایت از کجا میخری؟ یعنی راستی ما ایره شک دارم که کدام دوا را میخوری آیا دوایت از اون دواخانه زیر پل سخته خو نمیخری؟ میفهمی چی میگم که تو لوده هستی شاید نفهمی ما باید یک دفعه دیگه تکرار کنم از او دواخانه زیر از, از او دواخانه زیر پل سوخته خود دوا نمیخری خدا کنه که از اینو دوا نخوری که یک چند وقت بعد د پلاستیک خود کفن پیچ نکنی د او دلم میسوزه ولی پریگل جان سر اولاد مردم به احتیاط گپ بزن هر کس می دز میگی او دز او دز او دز خود تمیال از خاطر پیسه نم یوتیوب هر دروغی که لازم است میگی هر دروغی که یک دو نفر ببینه که برای تو یک پنجاه دلار بیا یعنی صبح یک برنامه میسازی شام دیگه در دو روز دو برنامه تنها سر یک بچه 24 ساله که کشته شده وحشیانه فامیل داره رفیقا داره مردم و تو میگی بازم میگم ای که خودکشی کرده در اونجا اصلا جای شک نیست که جای شک نیست خودش خودکشته اگر می تو اما ترکایی کشته شای ما به میترام مادرت من نمیایم هم که بگویم که پریگل خودش خودکشته کشته کمی خودا کشتم باشی یا ایزان کده باشی از خاطر تو کسافت نه از خاطر ما میفهم یک مادر بیچاره داری یک پدر داری یک فامیل داری امی مادرت خواهش میکنم پدرت خواهش میکنم کمی تو کثیفه بگوین که یک کمک پایین بشی سر اولاد مردم تومت نکو ای پای کثیفه نزن تو مرا گفروش میگی خیره او رو بگو مدمی که هر روز تو بگو م در جانت نمیم اصلا سرت برنامه جور نمیکنم اما در سر مردم های دیگه ایتو ولخرچی نکو با مردم دیگه توهین نکو کسافت که باز یک تیاد مرا میگه که کثیف هیچ ارزش نداره آقای گپ بزنی اگر من اینمی کثیف جلوش نگیرم اینمی کثیف یک مردم بیچاره را اغوا میکنه یک تعداد مردم توهین میکنه امی مادر فردیم که از این کثیف شنیده باشه که میگه که بچه بچه خودکشی کرده اما بچه خودم میفهمند. باز آمده کثیف میگه که کاکایش باید تحقیق شه او لو در کاکایش چی گفته بود یعنی تو در روز دوازده دسامبر ای گپ دیازده کاکایش گفت که اینمی حکومت که میگه که خودکشی کرده غلط است در دوازده دسامبر تو میگی که کاکاش باید تحقیق شد بعد از او که کاکاش چی گفته؟ او تو میتونی بگویی اما در دوازده دسامبر دیگه چیز نگفته بود تا دوازده تنهای نمیره گفته بود باز اگر در سه روز چهار روز بعد گپ خود تغییر داده ما میگم پریگال خاطر که یک حکومت ظالم است اختار دادنشه که او رو خود کت سنگ تیز علال کردیم میخوایی تو رو مجبور گپ خود تغییر بتاد. اما تنها زم ما منظور ندارم که کت پریگل دعوا کنم پریگل یک آدم خام است یک گشتک است ای سخت شده یعنی از نقطه نظر امی اوشوری از نقطه نظر سن سال نه سخت شده از بدن اوشوری یک ماه سخت شده در نوما نمانده اما اینمی کسافت میتانه مردمه اقوا کنه یعنی من بسیار غلطی ازیره گرفتم امیدوار استم که شما از این بابات برین امی پریگل غلطی هایش بگیرین. دقت کنین غلطی هایش بگیرین که کسافت و اکتاد مردم دیگر متاسفانه اکتاد وطنای ما بعد از چل سال جنگ نمیتانن که این را رو کوشش کنین که بفهمن که امی کسافت خلاص شوه از جا.